گروه نمایشی مدرن تایمز آخرین اثر خود حلاج رو با موفقیت در تورنتو به روی صحنه برد. این نمایش برداشت مدرنی از زندگی منصور حلاج، عارف دگراندیش قرن‌های سوم و چهارم هجری است که توسط افراطیون مذهبی به دار آویخته شد. آنونس نمایش حلاج که با استقبال فراوانی از سوی هنردوستان همراه بود. In the name of God, the merciful and the compassionate, we, the Holy Tribunal of Baghdad, condemn you, Hussein ibn Mansur al-Hallaj, for your heretical writing and thought. Namely, for your erroneous doctrine of man's unity with God, which is theologically false and heretical. Furthermore, you have taken up arms against the empire and conspired to overthrow the state. But most heinously, you have blasphemed the very soul of our civilization with the abomination of your four unspeakable words. By way of these and the other innumerable truths revealed in your trial, we, the Holy Tribunal of Baghdad, sentence you, Hussein ibn Mansur al-Hallaj, to death on the gallows! امشب سهیل پارسا نویسنده کارگردان و تهیه کننده حلاج در تورنتو با ماست تا درباره همین نمایش گفتگو کنیم. آقای پارسا به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه بار دیگه با ما همراه هستید. منم از شما سپاسگزارم. خیلی متشکرم. برای بینندگان ما توضیح میدید که چرا به سراغ حلاج رفتید و داستان زندگی این دگراندیش قرن‌های سوم و چهارم رو برای موضوع نمایشنامه خودتون انتخاب کردید؟ حلاج یک شخصیت غیر متعارف تو تاریخ ما و من از جوانی واقعا جذب این شخصیت بودم و به عنوان کارگردان تئاتر فکر کردم یکی از بهترین متریال هاست برای اجرای صحنه‌ای این شخصیت جذاب، این شخصیت دگراندیش و همونطور که گفتم یک شخصیت غیر متعارف. حلاج کسیه که در مقابل قراردادهای مذهبی، سیاسی و اجتماعی زبان خودش به تنهایی قد علم میکنه و تاوان بسیار بالایی براش میده. همطور که ما میدونیم در تاریخ چه بلایی سر حلاج میاد. یکی دیگه از دلایلی که من تصمیم گرفتم حلاج رو کار بکنم، ببینید ما اگر مسئله فرهنگ اسلامی 1400 سال ما چه معتقد باشیم به اسلام، چه نباشیم، چه اونو دوست داشته باشیم، چه نداشته باشیم، اسلام یک دینیه که فرهنگ ساز بوده و تاریخ ساز بوده و در طول تاریخ اسلام 1400 سال ما فقط بن لادن ها و قذافی ها و سران جمهوری اسلامی رو نداشتیم که شعارشون فقط مرگ، نابودی، شکنجه و خشونت بوده. ما در این تفکر در حدود 1400 سال گذشته اندیشمندای بزرگی داشتیم، مردان و زنان آزادی داشتیم که واقعا تغییرات عمده در تفکر اسلامی و در تاریخ ما به وجود آوردن که از جمله میتونم بگیم حلاج یکی از اوناست. و برای من مهم بود در این برهه از تاریخ اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته و در کشور ما میفته و نگاهی که الان بر روی اسلام، مذهب و خاورمیانه وجود داره، من حلاج رو کار بکنم و این برای من مهم بود. شما در این نمایشنامه چه بخشی از زندگی حلاج رو انتخاب کردید؟ این نمایش هول و هوش چه دوره تاریخی میگذره؟ در حقیقت تاریخ نقش عمده‌ای درش داره، ولی بازم میتونم بگم که 30% از نمایش ما، برداشت ما و آفرینش ما تاریخه و میتونم بگم حدود 70% تخیل و آفرینش من و همکارم پیتر فاربریج بوده.
ما در فرهنگ ما و بسیاری از ایرانیای ما متاسفانه وقتی که در مورد حلاج صحبت میشه فقط صحنه شهادتش رو میدونن و اون مراحل آخر زندگیش که چجوری دست و پاشو قطع کردن، زبونش رو قطع کردن و چجوری این صورتش رو خونین کرد. مسئله اساسی اینه که یک نمایش یک ساعت و نیم نمیتونه فقط در مورد لحظه آخر زندگی اون لحظه شهادتش باشه. در نتیجه با تحقیقات گسترده‌ای که از سال 2003 من داشتم با کمک همکار کانادایی‌ام، ما واقعا در فکر در جستجوی اندیشه های حلاج بودیم. در نتیجه نمایش ما حتی مقدار زیادی از دوران جوانی حلاج رو که در حال جستجوست و چطور از ایران به بغداد میره، بغداد اون زمان مرکز تمدن اسلامیه، و چجوری با اون عشق و شور دنبال اساتید خودش میگرده و نهایتاً چجوری وارد مدرسه جنید میشه که یکی از اساتید عرفانی اون زمان در بغداد بوده. ولی چیز عمده برای من این بود که من زیاد علاقه به نمایش تاریخی ندارم و دوست ندارم تاریخ رو صحنه بیارم، چون فکر میکنم مقداری خسته کننده است و برای من جذاب نیست نمایشی با لباس‌های تاریخی و دکورهای تاریخی، چون مخاطب من، اکثریت مخاطب من در کانادا تماشاگر من تماشاگر غیر ایرانیه. در نتیجه برای من بسیار مهم بود که این نمایش همونطور که یک بعدی از تاریخ داره و بعد تاریخش بسیار مهمه، مفهوم و ارتباط خاصش رو با تماشاگر و مخاطب کانادایی ایجاد بکنه. میتونم بگم نمایش ریشه تاریخی مثلا خلافت عباسی حتما در همونطور که گفتی در قرن سوم و چهارم مطرحه و المان خلافت عباسی اونجاست و در ضمن خلافت عباسی بیانگر یا نماد بسیاری از رژیم ها و حکومت هایی که الان در خاورمیانه داریم هستش. حلاج شخصیت تاریخی، حتما ما نشانه هایی از تاریخ داریم و جوهرش اونجاست و در ضمن خود حلاج نماد انسان های آزاده ایه که هنوزم در دنیای ما و در خاورمیانه و در کشورهای اسلامی زندگی میکنن. در نتیجه میتونم بگم بله، این نمایش از نظر ترکیب، از نظر کار تا حدود زیادی بی زمان و بی مکان میشه با المان هایی که از تاریخ داره. همینطور که مثلا من زمانی که مکبس شکسپیر رو اجرا کردم، من لباس های اسکاتلندی تن هنرپیشه هام نکردم، بازی اون بعد بی زمان و بی مکانی رو بهش اضافه کردم و حلاج هم همین شرایطو داره. آقای پارسا، من مایلم درباره جنبه های هنری این نمایش صحبت بکنیم. شما از چه المان های هنری در تهیه و تولید این کار استفاده کردید؟ تماشاگر چه چیزها، چه بخشهایی روی صحنه میبینه وقتی به دیدن کار شما میان؟ نمیدونم، برای من خیلی سخته که بگم که من شیوه کاری من چیه، ولی خب منتقدین چیزهای مختلف در مورد کار من میگن. خیلی کار من رو مینیمالیست میدونن. شیوه کاری من هنرپیشه مرکزه، مرکز تئاتر منه، مرکز آفرینش های من هنرپیشه است. شیوه اجرایی از نظر دکور خیلی خیلی حد اقله. دو عامل عمده در کار من خیلی موثره، دو تا المان طراحی، نور و صداست. همینطور که خیلی معتقدن که من به بهترین شیوه با طراحی نور و صدام در کانادا کار میکنم. کار خیلی ساده است از نظر سبک اجرایی و در این حال بسیار پیچیده است. مثلا من سلول حلاج، من سلول واقعی ندارم، سلول حلاج به وسیله نور تنظیم شده که محو میشه و دو مرتبه برمیگرده. کوریوگرافی بسیار عمده است تو کار من. به عنوان مثال من از حرکات رقصگونه بسیار استفاده کردم، ولی به هیچ وجه وارد
سماع و اون چیزهای سنتی نشدم، چون یه مقدار زیادی فکر میکنم با کلیشه قاطیه و همیشه من در کارم با کلیشه مقابله کردم به نوعی. در نتیجه بله، من حرکات کوریوگرافی خیلی دارم تو کار، چون اصلا اصل کار خیلی فیزیکیه، ادغامی از کلام و فیزیکه. و میگم همونطور که گفتم بسیار صحنه ساده است و در ضمن رسیدن به اون سادگی بسیار پیچیده است و همیشه برای من پیچیده بوده. شما اشاره کردید که بخش عمده ای از تماشاگران کارهای شما رو غیر ایرانی ها تشکیل میدن. خیلی کنجکاوم بدونم که بعد از دیدن نمایش حلاج چه واکنشی داشتن؟ آیا تونستن اون رابطه خاص رو با زندگی یک متفکر مسلمان در سالهای بسیار دور برقرار کنن؟ چه واکنشی داشت این کار شما در اونجا؟ ببینید، ما حدوداً میتونم بگم حدود 3000 تا تماشاچی داشتیم در ظرف 3 هفته اجرا که اومدن کار رو دیدن، و ما حدوداً بین 12 تا 15 تا نقد از منتقدین کانادایی گرفتیم. برای من جذابترین این بود که هیچ کدومی نقد ها به هم شباهت نداشتن، هر کدوم از یک زاویه کار رو دیده بودن و به نوعی کار رو تقدیر کرده بودن. اون نگاه ما، چون این نمایش به وسیله من ایرونیال اصل و همکار کانادایی این پیتر فاربریج نوشته شد و پیتر نقش حلاج رو بازی میکرد، در نتیجه تمام فضای کار فضای نبود که همونطور که گفتم یک فضای تاریخی باشه، یک موزه است، ما داریم از قرن سوم و چهارم هجری داریم میاریم. در نتیجه کار با تماشاچی امروز در کانادا ارتباط برقرار میکرد به خاطر مفاهیم و اندیشه هایی که ما در شخصیت حلاج تقویت کرده بودیم. مثلا یکی از عمده ترین المان ها در شخصیت حلاج و تم های اصلی در این کار ما عدم خشونت بود، و یکی دیگه از عمده ترین تم ها تم هویت بود که حلاج با تک هویتی می جنگه و بسیار تکثرگراست، و اتفاقا همین مسئله است که حلاج دوچاره درگیری میکنه با خلافت عباسی، چون حلاج به هند و چین سفر میکنه، با بوداییت و هندویزم تجربه میکنه و اونا رو باش آشنا میشه. در نتیجه نگاهی که حلاج داره، نگاهش بسیار نگاه معنویه و به نوع این هویت مذهبی قومی و ملی رو زیر سوال میبره، چون مبحثش مثل مولانا انسانه. در نتیجه این نگاه تکثرگرا و تک هویتی نبودن حلاج، من فکر میکنم برای تماشاچی کانادایی بسیار جذاب بود و براشون خیلی جالب بود که ببینن که یک عارف اسلامی، یک عارف مسلمون نگاهی داره که بسیار امروزیه و بسیار قابل فهم بود برای تماشاچی امروزی ما، به خاطر اینکه همونطور که میدونیم هویت، مسئله هویت به اندازه کافی خون ریزی کرده در طول تاریخ، و برای اینا خیلی جذاب بود که ببینن یک عارف مسلمان اینطوری فکر میکنه و تکثرگراست و انسانگراست. آقای پارسا، حدود 30-40 ثانیه فرصت داریم، آیا حلاج رو در شهرهای دیگری هم اجرا خواهید کرد؟ برنامه‌ای در این زمینه دارید؟ داریم روش کار میکنیم. معمولا تئاتر حرفه‌ای بسیار گرونه و مخصوصا بخواد به تور بره و به شهرها و کشورهای دیگه بره طبیعتا بسیار سنگینه، ولی داریم روش کار میکنیم و امیدواریم که ما اینو بتونیم با آمریکا و بسیاری از شهرهای کانادا ببریم در ظرف 2-3 سال آینده. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز با ما همراه بودید. حتما در برنامه‌های آینده راجع به کارهای بعدی شما بیشتر گفتگو میکنیم. آقای پارسا، خیلی متشکرم از لطف شما. موفق باشید. ممنون.